سلام به بینندگان محترم شبکه سی ان جی. با یه قسمت دیگه از برنامه رازهای زندگی در خدمتتون هستیم. مهمانان این هفته من سحر عزیز و افسانه عزیز هستن. سلام سحر. سلام به شما. سلام به بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا هم. مرسی که اومدی. سپاس از محبت. سلام افسان جان. سلام به شما. سلام به بیننده های عزیز. خیلی خوشحالم که افسان جان مرسی دعوت ما رو قبول کردی. من دوستم یه کوچیک شما رو معرفی کنم سحر، چون قسمت قبلی بوده بیننده های عزیز ما حتما میشناسنش. افسانه جان، خانم افسانه بازوبند، کوچ توسعه و تحول فردی و کوچ زندگی هستن که دعوت ما رو قبول کردن که این هفته مهمان ما باشن تو این استودیو. باعث افتخارمه. ممنون که از من دعوت کردید. سپاس تشریف آوردید. سحر داد در مورد کوچینگ چی شنیدی؟ شنیدم ولی فرقش رو دقیقا نمیدونم با روانشناس، یا فرق اینکه وقتی که میریم کوچینگ با تراپی چیه. خودت فکر می‌کنی فرقش چیه؟ شاید فکر کنم کوچینگ شاید بیشتر مثلا مربیگری باشه، یه جورایی راهنمایی مون کنه. تراپی خب ریشه یابی باشه، الان مطمئن نیستم. خب بریم سراغ متخصصش دیگه. فرق کوچینگ چیه؟ اصلا کوچینگ چیه؟ چند وقت اومده؟ حالا به صورت خیلی کوچیک، به خاطر اینکه خصوصی می‌خواستم بگم به صورت خیلی کوچیک، چون قولش از افسانه ما گرفتیم که یه برنامه کامل در مورد کوچینگ داشته باشیم. فرق کوچینگ اصلا با روانشناسی چیه؟ چی کار داره میکنه؟ اول از همه با سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. ببینید، همونطور که سحر جون الان گفت خودش که تراپی با کوچینگ فرقش چیه، یک مهمترین فرقی که دارن این دوتا با هم دیگه اینه که تراپی از اسمش مشخصه دیگه، شما میری که حالا مشکلی داری که میری اونجا مشکلتو حل کنی. حالا اون مشکل میتونه یه اختلال روانی باشه که میری و اون حالا روان درمان مثلا اونو تشخیص میده و خب یه راه یه مسیری رو با هم میرین که اون اختلال برطرف بشه. یا ممکن شما دارو نیاز داشته باشه که شما رو مثلا به روانپزشک معرفی میکنه. و اینجا یه فرقی بین مشاور و کوچینگ وجود داره، چون تراپیست با مشاور فرق داره. مشاور کوچینگ ایشان یکم شبیه همن، ولی خب اگر بخوام یک تمایزی بین این دوتا بدم، باز تفاوتی که مشاور با کوچینگ داره اینه که ببینید کوچینگ یه حرفه خیلی جدیده، یعنی بگم جدید شاید مثلا 40 سالم نمیشه که این حرفه روی کار اومده. و دلیلش اینه که در زندگی در دنیای امروز، حالا اواخر اوایل دهه قرن 20 بوده که کوچینگ اومده، دنیا خیلی پیچیده شده و انسان‌ها نیازها بیشتر شده. بله نیازها خیلی پیچیده شده و مشاور، حالا خودتون حتما دیگه حالا سرجون که کاملا میدونه، شما هم که اگه تجربه داشته باشین یا نمیدونم چقدر میدونین از مشاور، وقتی که شما میرین ببین اونا یه بک‌گراندی دارن که مثلا شما رو، حالا من به مشاوران عزیز چیز نمی‌کنم که حالا موقع بگن نمون کار نمونی، اونا شاید شما بتونن مثلا شما رو کاتگوری بندی کنن، یعنی هر دسته از انسان‌ها رو توی کاتگوری قرار بدن، بگن که خب این مثلا این مشکل رو داره، بعد بیان با توجه به اون یه سری راهکار بدن که شما حتی از بینشون انتخاب کنید. ولی کوچ کاری که میکنه بدون هیچ پیش زمینه و بک‌گراندی از اینکه شما چی هستی و کی هستی میاد جلسه رو با شما شروع میکنه، یعنی هیچ نمیگه که خب شما مشکلت اینه یا شما باید این کار بکنی، راهت اینه، با هم پیش میرید. یعنی میتونم یه واسه حرف درسته میتونم بگم خب روانشناسا بیشتر جنبه درمانی دارن، این کار درمانی انجام میدن، اما کوچ ها بیشتر مثل یه هدایتگرن، یعنی بدونی که همونجوری خودت میگی این که بدون اینکه بیان به خیلی از اختلالا ریشه ها یا مثلا گذشته طرف، خیلی چیزایی که هستش که حالا روانشناسی مبحث اصلیش برمیگرده به این و بعدش مشاوره، حالا در صورتی که به جدید مربوط میشه این کارو انجام میدن، کوچ ها میان برای شما یه رویکرد جدیدی، یعنی یه روکه جدیدی که میگه به الان شما ما کار داریم، کار نداره مشکل چیه، چی کار داری انجام میدیم، یه هدفی باید میذاریم، یه راه نمایی در یه برنامه ای برای اینکه به هدف برسیم. معلومه دیگه کوچه. آره کوچ خیلی فردیت رو در نظر میگیره، یعنی هر فردی خودش یونیکه برای خودش و این موضوع برای کوچ خیلی مهمه و به شما کمک میکنه که اون یونیک خودت رو زندگی کنی، بهترین ورژن خودت رو زندگی کنی. یعنی همینطور که گفتم یک کاتگوری بندی نداره که انسان ها اینن شما سحر
سهر فقط سهره، هیچ کس دیگه مثل سهر وجود نداره. خب دارید که میگی سهر فقط خود سهره، میخوام برم سر مبحث که خودشناسی خودآگاهیه، یعنی دقیقاً در مورد خودشناسی و خودآگاهی که میخوام امروز از افسانه از سهر کمک بگیریم. یه لحظه من از سهر یه سوال کنم. سهر این سوال ازش پرسیدم چرا خودتو میشناسی؟ بخواهم بگم چرا خودتو میشناسی؟ چقدر از دو سه هفته پیش بیشتر خودم میشناسم؟ جالبه که ببخشید تو سایت واقعا همینطوریه، یعنی حتی خودشناسی خیلی پویاست، یعنی شاید من امروز یه چیز راجع به خودم کشف کنم که دیروز نمیدونستم، دیشب نمیدونستم، چون مدام انسان در ارتباط با دیگرانه، در ارتباط با خودشه، تو چالش‌های مختلف قرار میگیره و همین چالش‌ها است که هی خودمون رو به خودمون میشناسونه و هی ما رو توانمندتر میکنه یا به ما میگه که اصلا ببین من تا حالا نمیدونستم این توانمندی رو دارم، تا حالا نمیدونستم که اگه تو این شرایط قرار بگیرم این کارو میتونم بکنم. و اتفاقا ممکنه مثلا تا سه هفته پیش تا یک ماه پیش حتی تا دیروز نظرت نسبت به خودت فرق کرده باشه، آپدیت میشه بوده چیزی بوده که خب آره فکر میکنم به خاطر اینکه توی یه راه جدیدی الان دارم کار میکنم، حالا یا با آدمای جدید به قول شما یه ذره محیطم عوض شده و دارم احساس میکنم که مثلا یه چیزایی بوده شاید خودم نمیدونستم، یه چیزایی بوده شاید قابلیتایی بوده، یه چیزایی بوده که درونت بوده مثلا نمیدونستی، یه شاید یه جایی هم هستش که الان میفهمم که نه اونقدرم که فکر میکردم مثلا شاید توش مثلا مهارت نداشتم. حالا هر احساس میکنم که مثلا یه گوشی که آپدیت میشه دیگه، هر روز چیزای جدید دارم. ما پویاییم به خاطر این دنیایی که مخصوصا الان شده، شاید ما بگیم ثانیه‌ای داریم به این شناخته میرسیم و هی داره عوض میشه و تکامل پیدا میکنه. خب اصلا من اگه بخوام یه تعریفی توی کوچینگ چون فرق میکنه از خودشناسی و خودآگاهی بگی به ما چی میگی؟ من قبل از اینکه اینو بگم یه توضیح اضافه راجع به کوچینگ بدم، یکم اون کار خودم مشخص کنم، چون همکاران کوچمون خیلی زیادن، همکاران عزیز و ارجمندم، ولی اون خیلی زیاد شده ولی خب اینجا با مدرک داشته باشه. من چون سوال ذهن بودم تونتون از اون میپرسم، اما حتما مثلا شما میدونم که مدرک دارید. من دارم آره ده. خب من باید داشته باشن آره، چون من صبحاشم میگم کوچ شدم خب ممنون اینجا مثلا تو سوشال مدیا خیلی زیاد شده دیگه، تو سوشال خطرناکم پس این توصیه‌ای که میدن حرفا که میذارم واقعا ممکن تو زندگی طرف اصلا خراب بکنه، به جای اینکه یعنی من فکر می‌کنم مثل یه پزشک که با جسم آدمو سرکار داره، حالا روانشناس مشاور کوچ با روح آدم ما سرکار داره و اگه ندونه چی کار قراره بکنه، مخصوصا کوچ که کاملا یعنی تفاوتی که با مشاور داره اینه که اون از تو سوال میکنه و کنکاش میکنه تو رو، واسه تو میکشه یه چیزایی رو بیرون، بعد اگه ندونه با چی کار کنه. حالا ما خودمون مثلا یاد گرفتیم توی دوره‌ای که دیدیم که کلاینت رو هیچ وقت نباید تو اون حال بد رها کنیم، چی کار کنیم که بعضی موقع ممکنه شما از جلسه مشاور بری بیرون خیلی حالت بد باشه و این یه چیز خیلی طبیعی باشه، حالا این هم یکی از تفاوتش، ولی تو جلسه کوچینگ باید با حال خوب بری بیرون، یعنی ما نمیتونیم شما رو توی حال بد ببریم و رهات کنیم. یاد گرفتیم که آره یاد گرفتیم هر جلسه برای شما دستاورد داره، یعنی شما هر جلسه باید با حال خوب بری بیرون و این از وظایف ما هست و یاد گرفتیم که چیکار کنیم. بخاطر همین به نظر من که نمیدونم اونایی که همجوری میگن کوچیم، نمیدونم حالا من که قضاوتی نمی کنم، ولی خب من فهم کنم که باید حساس بله الان خیلی مود شده که در مورد یه سری کوچ، البته نمیدونم که با شما فرق داره، ولی مثلا توی همین سوشال مدیا دیدم که کوچ هایی که مثلا میگن که داشتم اتفاقا پشت صحنه با تو صحبت کردم که مثلا میگن صبح بیدار میشی بگو من با انرژی مثبت میخوام کارامو شروع کنم و انرژی رو به خود جذب کنم، ولی اون فکر کنم فرق داره با ببین یه چیزی هم که لازمه اینجا بگم اینه که شاید هر کسی بتونه خودشو کوچ بگه به شرطی که بگه من میتونم به تو کمک کنم، مثلا من بگم سر من میتونم به تو کمک کنم، تو هم میاد با من همراه میشه حالت خوب میشه، خب اینم هیچ اشکال نداره. یعنی یه چیزی که زیر سوال برده نمیشه تو دنیا در مورد یه تخصص یه چیزی دانشی میخواد، ببین اون دیگه بستگی به خود آدم داره. یعنی اگه مثلا یه نفر انتخاب میکنه با من آدم عادی بیاد به صحبت من گوش بده حالش خوب بشه با همین صبح بیدار شو اینجوری باشه شب بخواب اینجوری باشه همین صحبت من حالش خوب میکنه آره یه چیزی که ما تو کوچینگ یاد میگیریم اینه که همه آزادن، اول که ما هیچ کس رو قضاوت نمیکنیم، بعدم این که هر کسی آزاد مسیر زندگیشو انتخاب کنه، یعنی ما نمیگیم که شاید یکی از دلایلی که بعضی هم بدون مدرک میان میگن کوچینگ به همین دلیله که ما نمیایم بگیم تو چرا با این میری، دوست داره اصلا میگه این حال منو خوب میکنه، یه کافی با هم میخوریم یه چارت انرژی مثبت به من میده حالم خوبه، به منم میگه کوچم من قبولش دارم.
اون اختیار خودشه میدونین، یعنی اصلا محدودیت قائل نیستیم. ولی خب اینو خواستم توضیح بدم که حالا یه بحث دیگه باز شد، این که من در واقع اون تخصصی که کار میکنم کوچ توسعه فردیه و کوچ زندگیه، خب یه مقدار متفاوته چون کوچینگ خیلی متفاوتن. شما بیزنس کوچ داری، حالا کوچ نوجوان داری، کوچ عملکرد داری، کوچ سازمانی داری، خیلی کوچ های مختلف هستن، کوچ کسب و کار داری. و تخصص من کوچ توسعه، مثلا اگه من بیزنس کوچ بودم نمیدونم اینجا بشنم راجع به خودشناسی بگم، هرچند که یه جورایی به هم مربوطه، یعنی شما تا خودتو نشناسی هم نمیتونی عملکردتو تو سازمان افزایش بدی. ولی وقتی که من میام کوچ توسعه فردیم، یعنی دقیق روی فرد کار میکنم، یعنی فقط خود فرد، حتی روابطم نه زیاد، فقط شخص خود فرد. من کار ندارم شغلشه، کار ندارم که تو چه سازمانی کار میکنه. ممکنه که البته که اینام تحت تاثیر قرار میگیره و ممکنه اگه طرف بخواد یه جوری با اونا هم وارد چیم، ولی مهمترین چیز تو کار من خود فرده. یعنی قراره که یک فرد حالش امروز که میاد پیش من خیلی بهتر بشه روز به روز و به مرور به اون بهترین ورژن خودش، بهترین نسخه خودش تبدیل بشه. و این در واقع وقتی من میگم کوچ توسعه فردی، یعنی کارم اینه، یعنی فرد توسعه پیدا کنه. و یکی از دلایلی که حالا یه چیز مثل کوچ توسعه فردی، کوچ تحول فردی امروزه به عنوان یک حرفه شناخته میشه اینه که قبلنا یه نسخه خوشبختی بود برای همه آدما. آره، یعنی میگفتن که خب فرد اگه تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، مالا پسر باشه، سربازیشو رفته باشه، یه ازدواج خوب داشته باشه، به موقع بچه دار بشه، وضع مالیش خوب باشه، یه شغل خوب داشته باشه، این یعنی آدم خوشبخت. ولی بعدا به این نتیجه اتفاق میگم از دلیلی که مثلا کوچینگ روی کار اومد، به این نتیجه رسیدن که نه، یکی میتونه همه اینا رو هم داشته باشه ولی حالش خوب نباشه. چرا حالش خوب نیست؟ پس یه چیزی در درون هست که هنوز ارضا نشده، هنوز تأمین نشده، و اینه که کوچ روش کار میکنه. به خاطر همین امروزه میگن که حالا موضوع دیگه که بعد به شما گفتم بعدها بررسی میکنید تو راستای زندگی، مثلا این که آیا همه لزوما باید ازدواج کنن؟ آیا همه لزوما باید بچه دار بشن؟ آیا با پول همه حالشون خوب میشه؟ آیا لزوما همه باید تحصیل کنن؟ میگن اینا سوالایی که مطرحه برای اینکه هر کسی با یه چیز حالش خوبه. ممکنه یاسمن معیارهای خاص خودش رو داشته باشه که با من فرق میکنه، با سر فرق میکنه. بنابراین کوچ فقط با خودتو کار میکنه. یعنی وقتی میگم خودشناسی، خودآگاهی هست. دقیقاً همینطوریه. خب من یه سوال بپرسم. مرسی. بذار سر بپرسم، خود اول میخوام بپرسم. حاضرین با کوچ بریم جلو؟ حاضری؟ چرا که نه، اگر که واقعا بشناسی چیه، یعنی اون شناختن خیلی مهمه، اون آگاهی رسوندن خیلی مهمه، اون که بدون مثلا در ادامه راجبه صحبت میکنم که مثلا خیلی مهمه که بدون همچین امکاناتی هست، همچین راهنمایی هست، همچین عزیزانمون بیرون هستن که میتونن به ما کمک بکنن. در حقیقت برای خود من خب جذاب آدم با یکی بتونه مشورت کنه بدون اینکه بخواد فکر کنه که حالا داره تراپیش میکنه، چون مثلا حالا البته روانشناسا بیایم چه روانشناسا خیلی آدم خوبی هستن، مثلا کلیشه ای در میاد، ببین اونا اصلا کارشون فرق میکنه، کلا متفاوت کلا. خب اصلا اگه بخوام بریم تو خودشناسی خودآگاهی یه لحظه سوال سر دوباره میخوام کنم سحر، تا حالا ببین فکر کردم مگه میخوام خودم بشناسم برم با یه آدمی که کوچه مشورت کنم؟ چون روانشناسی نیست. خیلی خوبه که این برنامه رو الان داریم اجرا میکنیم، برای اینکه فکر میکنم خیلی از آدم ها مثل من خیلی در مورد کوچ و من خودم خیلی اطلاعات نداشتم تا به امروز. خب خیلی خوبه الان دارم بیشتر میدونم، الان که مثلا هرچی بیشتر دارم آشنا میشم. آره خیلی دلم میخواد تو هم پشت صحنه داشتیم صحبتشو میکردیم، خیلی اون آگاهی بیاد بیرون، شما باید خیلی چیزا رو بیاد بریم سراغش، بریم سراغ یک کوچی که بتونه حالا اون تراپی خاصی نباشه اما بتونیم در مورد خودشناسی خودآگاهی باش حرف بزنیم. اصلا خودشناسی خودآگاهی تو کوچینگ چیه؟ چیکارش میکنه؟ اصلا یه آدم میاد پیش تو یا سمن میاد پیش شما میگه که اصلا من میخوام کوچ داشته باشم، کوچ خودشناسی. آره. ببین این مرحله داره، خب یه پروسه ایه که با سرجونم صحبت کردم، پروسه ایه که اتفاقا سرجون گفت که چند ماه طول میکشه، گفتم بستگی به فرد داره. ولی اول اینکه مثلا جلسه اول ما بررسی میکنیم که این فرد اختلال روانی نداشته باشه، یعنی در فرض رو در این میگیریم که فرد سالمیه. آره دیگه، آره با یه سری سوالا اینا متوجه میشیم، از خودش سوال میکنیم، مال یه سری بک‌گراندش رو میگه. حالا اتفاقا برخلاف این که میگن کوچینگ بک‌گراند کار نداره، تو توسعه فردی ما به بک‌گراند یه مقدار کار داریم، چون لازمش داریم تو کارمون، چون میخوایم طرف توسعه پیدا کنه، تا ما ندونیم گذشته چی بوده نمیتونیم بهش کمک کنیم. برای این با بک‌گراندش کار داریم. بعد
خب من خودم که اینیاگرام شخصیت شناسی اینیاگرام کار میکنم، تیپ شخصیتیش رو البته با توافق خودش اول تشخیص میدم که اون خیلی کمک کننده است. بعد میایم نگاه میکنیم ببینیم الان کجای زندگیشه، و این رو حالا اگه بخوام راجع به خودشناسی بگم، ببینید حالا شاید بگم خودتونم تایید کنید دیگه، خود من برنامه راستای زندگی قسمت قبلتونم دیدم این وصف که اصلا خود چیه، اصلا کی چیه اینا، خود من چی هستم. خب من 4 تا خود دارم، شاید جالب باشه براتون. یک خودیه که من از خودم میشناسم و احساس میکنم، اعتقادات همه، رفتارم، هیجانام، دوست داشتنیام، من اینو دوست دارم، هیجاناتم اینه، اعتقاداتم اینه، جایگاهم اینه، هر چیز افکارم اینه، اونیه که من از خودم میشناسم. یه خود دیگه داریم، خودی که من به شما نشون میدم، ممکنه اون چیزی که در درون منه من به سر نشون ندم، ممکنه اون چیزی که در درونم، ممکنه تو محیط کارم من اصلا یه شخصیتی داشته باشم، کسی بفهمه، یا مثلا شاید از این موضوعی مثلا یه سختی هست، این مشکلی هست، این میتونه باشه. تو برنامه قبلی هم آروین داشت میگفت دیگه، میگفتش که این خودی که من هستم شاید تو جمع مثلا نباشه. این میتونه باشه، یا این میتونه باشه که مثلا به فرض من آدم کلکیم، آدم دروغگویم، دارم سر آدم ها کلوم زم، ولی نمیام بگم که ظاهرم خوب نشون میدم. برای ما یه خود داریم که خودمون میدونیم چی هستیم، حالا خوب و بعدمون، البته اونم باز نمیدونیم چی هستیم. یه واژه انگلیسی داریم به اسم سلف کانسپت، یعنی خودپنداری، یعنی من فکر میکنم این هستم. حالا من خودم ترجمهش کردم، فکرم خود انگاری شاید معنی بده، یا خودپنداری. آره، که اون چیزی که من فکر میکنم هستم، اون چیزی که من به بقیه نشون میدم، این دو تا خود شد. یه خود دیگه ای که من فکر میکنم در مثلا فرض کن تو رابطه زناشویی یا تو رابطه با همکاران، من فکر میکنم که مثلا من با یاسمن جون خیلی رو راستم، خیلی صادقم، اون خودیه که دیگران از من میشناسن، تصوری که دیگران، آره، قضاوتی که دیگران از من دارن. فرض کن مثلا من خودم فکر میکنم آدم خیلی مهربونیم، خیلی کر میکنم، یا خیلی مال واژه فارسیشو بگیم خیلی توجه میکنم به دیگران، ولی خب مثلا همسر من میگه که نه اینجوری نیستیم. میدونی اون چیزیه که خودیه که دیگران از ما میشناسن. و یه خود چهارم داریم که ما تو کوچینگ توسعه فردی میخوایم به اون خوده برسیم، اون خود حقیقی ما هست، یعنی اون چیزی که ما خودمون هم نمیدونیم هستیم. خب و اون چیزیه که احسن نگرش این خود خیلی مهمه. ما بریم و برگردیم. خب ما رفتیم و برگشتیم و در خدمت شما هستیم با ادامه بحث خودشناسی. خب بحثی رو داشتیم میگفتیم اون چهارمیه چی شد آخر؟ مهمترین قسمتش. آره، ببین اون خود حقیقیه میتونم بگم خودیه که اکثر آدم ها ازش اطلاع ندارن، یعنی نمیدونن که من یک همچین خودی هستم و یا من یک همچین خودی میتونم باشم. حالا اون خود حقیقیه خیلی حس خوبی به آدم میده. چیه؟ منظور چیه اون خود حقیقی؟ ببین اون خود حقیقی وقتی که تو به بهترین ورژن خودت تبدیل میشی، وقتی که خود شکوفایی برات صورت میگیره، وقتی که اونجور که دوست داری زندگی میکنی، وقتی که بهترین خودتو زندگی میکنی، حال خودت خوبه، حال اطرافیانت خوبه، اون تعادلی که بهش میرسی که احساس میکنی دیگه حالا بگم هیچ مشکل، هیچ کس نیست که هیچ مشکلی تو زندگیش نداشته باشه، ولی انقدر خردمند میشی که با چالش‌های زندگیت میدونی چطور رفتار کنی، چجور برخورد کنی، تو هر مرحله از زندگی چی کار کنی. اون خود حقیقی که شما نقش نمیگیری به خودت، یعنی نمیگی که مثلا حالا من و سهر دوتامون مادریم دیگه، مثلا من مادر فقط نیستم، من یه چیزی فراتر از مادر بودن هستم، من فقط همسر نیستم، من فقط کوچ حتی نیستم، من اینا همه نقشیه که من گرفتم. اون خود درونیمون که وقتی به درون خودمون مراجعه کنیم و به اینا متوجه بشیم، دیگه از بیرون هم هیچی اذیتمون نمی کنه. چرا؟ به خاطر که من یک منبع درونی دارم، یک گنج درونی دارم که اونو به دست آوردم. خب یعنی اون همون آمال هر کسیه. سهر دارم نگاه کنم. نه داشتم به این موضوع فکر کردم که من اون سری توی برنامه گفتم من خودمو میشناسم، میدونم که چی دوست دارم، چی ناراحتم میکنه، نمیکنه اینا. آیا اینه؟
منظورتون نه نه این همون خودیه که از یعنی از خود سراغ داری آره همون اولیه است که البته یکم رشد کرده آرامش رو شما دارید میگید خودی فقط آرامش نیست همه چیز با هم دیگه بعد جالبش اینه که تلاشی که ما میکنیم در مسیر توسعه فردی که حالا بعدش اون توسعه میشه تغییر بعد میشه تحول فردی اینه که اون خود اولیه رو خود شماره یک رو که گفتیم اون کانسپتی که از خودمون داریم اون تصوری که از خودمون داریم یعنی من الان اگه به سر بگم سر خودت رو تعریف کن همون چیزایی که گفتی میدونم چی دوست دارم میدونم دوست دارم چی کار کنم اینا اون خود اولیه به این خود حقیقی نزدیک میشه یعنی موقعی بر ما یک پارچگی صورت میگیره که این دوتا خود به هم دیگه نزدیک بشن و جالبیش اینه که وقتی این دوتا به هم نزدیک بشن یعنی انقدر حالت خوبه که فکر میکنی که دیگه در واقع نیازی نداری که مثلا تو به پارتنرت یا به همکارت یا به دوستت خودتو یه جور دیگه نشون میدی چون اگر خودتو قبول داری که میگی من اینم بنابراین اطراف یعنی اصالت دیگه من آره دیگه آره دیگه من دیگه نه نه آره آره نه اتفاقا چرا دیگران مهمن ولی تو اصالت خودتو زندگی میکنی حالا این واژه اصالت چارچوب داری یعنی خودت آره ببین اصال اینجا حالا یه واژه دیگه بخوام براش به کار ببرم اون خود حقیقی که امروز هم خیلی روش کار میشم خود ما کوچا زیاد روش تاکید میکنیم اینی که آدما به اصالت خودشون نزدیک بشن و به اصالت خودشون تبدیل بشن یعنی چی یعنی تو اصالت خودتو زندگی میکنی یعنی مثلا من وقتی تو دوران زندگیم به خودم نگاه کنم الان زندگیم به خودم نگاه کنم میبینم که دیگه هیچ درویی ندارم با هیچ کس هیچ تعارفی با هیچ کس ندارم تعارف نه که دیگرانو در نظر نگیرم یه تعادلی که تو زندگیم دارم هم خودمو در نظر میگیرم هم ارتباطاتم ارتباط درستیه هم اگه قرار پارتنر داشته باشم انتخابم درسته هم اگه تصمیم گرفتم بچه دار بشم مادر کافی هستم نه مادر کامل کاملا میدونم با بچه‌ام چطور رفتار کنم و خودم هستم میدونی یعنی وقتی از جامعه میام مثلا تو خونه شب که میشه خسته نیستم بگم که دیگه خسته شدم از نقابم بردارم آره اینجوری نیستم دیگه خودمم بعد وقتی که این یک پارچگی بین اول اون خود اولیه و خود چهارمی صورت بگیره بعد کم کم تصوری که دیگران از ما دارن دیگران دیگه متوجه میشن که شما صادقی شما بهشون دروغ نمیگی شما ریاکار نیستی اونا هم تو رو همینطور میبینن این خیلی جالبه چون آدما متوجه هر چقدر که آدم فکر میکنه که اگه من سر دیگرم کلا بذارم کسی متوجه نمیشه ولی قبول دارین آدما حس میکنن که تو خودت نیستی انرژی رو میگیرن آره انرژی رو میگیرن حالا یا هر چیز که اسمشو بذاریم دیگران هم حس خوب با تو میگیرن اون انرژی مثبت رو دیگران هم باید میگیرن چون حس میکنن خودت هستی بذار اسم بپرسم کارش رو برد تو همچین تجربه داشتی؟ تو محیط کار من خودخواهیه بخوام بگم ولی واقعا احساس میکنم که این حس رو دارم و واقعا آدمایی که دور و برم میدونن که حتی بعضی وقتا هم چی میگن ضررش رو دیدم که چرا اینقدر راست گفتم یا چرا اینقدر خودم بودم بعضی وقتا میگم کاش یه ذره سیاست داشتم یه ذره بلد بودم یا حالا ولی خودخواهیه میخوام بخوام اینو بگم نه خودخواهیه احساس میکنم که من به حد کافی صادق هستم حالا من به اون نقطه رسیده باشم خب مثلا شده از این صداقت ناراحت چی؟ آره خب خیلی میگم که خیلی وقت اما عوض نشدی؟ نه سعی کردم نشد هیدش فکر کردم مختم نه چی نگرش داشتی؟ چی تو نگرش داشتی که عوض نشی؟ خب دوست ندارم هرچی که از همینه دیگه ببین حالا در نمیدونم صحبت چی فکر میکنی که چرا آره. سحر مثلا فکر میکنی که من ساده ام خب یا مثلا صداقت داشتم صداقت داشتم ضررش رو دیدم حالا دوستم یا مثلا کسی بوده به بدی کرده رفتم فکر کردم گفتم من از این بعد دیگه راستشو نمیگم یا من از این بعد دیگه اینجوری رفتار نمیکنم فکر کنم همینو میگم آره ولی بعد نمیتونه همون کارو میکنه فکر میکنی چیه ببین اینجا یه واژه‌ای که سرجون به کار بود گفت سیاست ندارم یا تدبیر ندارم یا هر چیز خیلی خوبه که ما بدونیم تو هر محیطی چطور رفتار کنیم چطور تعامل داشته باشیم با آدم ها یعنی این تدبیره خیلی تدبیر خوبیه این یک نوع خردمندیه خب ولی از اون ور دیگه یه چیز داریم به اسم درویی به اسم کلک به اسم حالا سیاست اونش بده یعنی سیاست بد دیگه آره سیاست بد خیلی خوبه که انقدر من خردمند باشم که مثلا حالا میگیم خودمون هستیم دیگه نه این توی جمع هر جور دوست داریم رفتار کنیم درست.
بعد مثلا بقیه میگن ای چرا اینجوری، نه دیگه من خودم اینم. نه، ما منظورمون خود خوبه هست، یعنی یه جوری که همونطور که گفتم دیگران هم حس خوب بگیرن، آزاردهنده نباشه برای دیگران. حالا در ادامه صحبت میکنم که اصلا خود در سه جنبه بررسی میشه: خود من با خودم، خود من با افراد صمیمی و مهم زندگیم، خود من در اجتماع، و این سه تا باید در تعادل با هم دیگه باشن. به خاطر همین خیلی مهمه که این دو در نظر داشته باشیم، اینا خیلی مهمه که با هم قاطی نشن. ولی از اون نظر مثلا من کلاینت های داشتم مثل سرجون که میگه که مثلا من اخلاقم اینجوریه، بعد اذیت هم میشم ولی نمیدونم باز ادامه میدم. خب بعد یه چیزی که من ازشون پرسیدم تو کارگاه حال خوبم این مورد با هم بررسی کردیم، ارزش های انسان ها. میگفتم اولش که ما این یه همکاری با هم داشتیم در مورد کارگاه های حال خوب که خیلی هم موفقیت آمیز بود و خیلی CNG همکاری رو داشت و ایشالله که دوباره این کار رو انجام میدیم، چون یه نیازی که هر چقدر بذاری کلاس، هر چقدر اطلاعات بدی، یعنی اشبانه میشه. مرسی از بله، خواهش میکنم. تو کارگاه حال خوبم اگه شما یاد باشه مطرح کردم این موضوع رو که ببین انسان ها وقتی ارزش های خودشون رو بشناسن و بر طبق اون ارزش ها یک چارچوب، یک نظام ارزشی بر خودشون داشته باشن، که این خیلی مهمه که انسان ها، این هم باز یه موضوع دیگه یه که ما کار میکنیم با افراد که به این نظام ارزشی برسن. ببین مثلا اگه سحر براش جزء ارزشاش، جزء نظام ارزشی صادق بودنه، این نظام ارزشی سحره. خب بنابراین حالا کاری که مثلا من خودم با کلاینت ها میکنم تو جلسات اینه که سحر دیگه بدونه برای چی صادقه با آدم ها. وقتی تو بدونی دیگه رفتار آدم ها تو رو اذیت نمی کنه، چون این ارزش سحره، این ارزش سحره که شب که بیان حتی اگه آسیب ببینه. آره حتی اگه آسیب ببینه. من سوال میپرسم چون میخوام سوالایی که میدونم الان تو ذهنم میاد. یک اتفاقی که میفته اینه که وقتی که شما مثلا سحر فرض کن با این موضوع میاد جلسه کوچینگ من و میگه که مثلا من آدمی ام که خیلی با آدم ها صادقم، خیلی رو راستم، ولی بعضی موقع آسیب دیدم از طرف مقابلم. این شاید مثلا یکی دو جلسه کوچینگ بخواد. چرا؟ چون قرار سحر به اینجا برسه که به این نتیجه برسه. البته اینا با پرسش و پاسخ، من بهت نمیگم خودت به نتیجه میرسی، با پرسش و پاسخ به این نتیجه میرسی که ببین سحر، من ارزشم اینه، سحر ارزشش صادق بودنه و قرار نیست همه انسان ها به این صادق بودن من یک جور واکنششون بدن. اون چیزی که درون منو ارضا میکنه منو ارضا میکنه. و ما توقع رو میام همیشه یه کاری که اتفاق خیلی بزرگی که تو تحول فردی میفته اینه که همیشه میگیم انگشتت رو به خودت باشه، یعنی بگو من چی میخوام و برای چی اینو میخوام. وقتی سر بدونه برای چی اینو میخواد، جز نظام ارزشاشه، دیگه رفتار آدم ها اذیتش نمیکنه تا این حدش. ولی از اون برم دیگه میگم دیگه یه کارایی نمی کنیم که دیگه بعد بگیم اوه ببخشید مثلا چه دیوونه بازی در آوردم، دیگه مثلا افراد بگن باعث سوء استفاده دیگران قرار نیست ما بشیم. تا یه حد خردمندانه قرار یه طوری باشه که انقدر خودت باشه که به قول شما شاید مثلا آدما رو اذیت کنی، ولی بگی من اینجوری ام. نه اونجوری نه. آره تعادل، این تعادل همیشه خیلی مهمه. خب این تعادل از کجا میاد؟ از شناخت میاد، از یه مشاوره میاد، چون هر آدم که خب نمیدونه تعادلش چیه، اصلا نمیدونه تعادله چیه، اصلا اینا رو نمیدونه که اون تعادله رو اینو از کجا باید به دست بیاره. این دوباره یه صحبت دیگه هست که ببین همونطور که چند دقیقه پیشم صحبت کردم، گفتم که یک انسان از سه منظر بررسی میشه: اون خودش، خود من با خودم، خود من با افراد مهم زندگیم یا روابط عاطفی که با اطرافیانم دارم، خود من با جهان پیرامونم که این جهان پیرامون میتونه محیط باشه، میتونه باز افرادهای دورتر باشن. خب این سه تا بررسی میشه. بعد تعادل موقعی برقرار میشه که من خودم با خودم حالم خوبه، مثلا اگه یه پارتنر دارم با اون جوری رفتار نمی کنم که وقتی بیام تو خلوت خودم بگم چرا مثلا من اینقدر کوتاه میام جلوش، یا چرا از اونم مثلا چرا اینقدر عصبانی میشم. تعادل موقعیه که مثلا من اگه رفتارم با بچه‌م یه طوری، رفتار درستی باشه که بچه‌م شاد باشه، خوشحال باشه، ولی خودم هم حالم خوب باشه. یعنی در هر لحظه قرار این دوتا رو در نظر بگیرم، خودمون رو فورس نکنیم. آره. خودم رو مجبور به کاری نکنم. آره. یعنی من با خودم حالم خوبه، با این حال با بچه‌م هم طوری رفتار میکنم که اونم حالش خوب باشه. من با خودم حالم خوبه ولی وقتی هم میرم توی پارک مثلا آشغال نمیریزم، چه میدونم درفتار مثلا اذیت نمیکنم، با جهان پیرامونم هم حالم خوبه. یعنی قرار نیست که من فقط بگم که من به خودشناسی رسیدم، من حالو توسعه فردی پیدا کردم، من رشد کردم، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی که مثلا نه به
جهان پیرامونش اصلا توجه نمی کنه. این تعادل همیشه باید باشه. این باز من سوالم اینه آفرین، من سوالم اینه که این وظیفه کیه که به مردم بگه که بگه این تعادل از کجا باید بفهمن؟ اصلا وظیفه نیست، این همون تو پروسه توسعه فردی اتفاق نه منظورم به آدم عادیه، فکر کنم مثلا یاسان یه آدمی که تو خونه نشسته عادی داره فکر میکنه به نمیدونه اصلا تعادل چیه، میخوام یه تیپسی، یه جمله، یه چیز میدونی منظورم، که برای آدم که هیچ از دنیای کوچینگ خبر نداره، دنیای روانشناسی خبر نداره، یه آدم که خیلی عادی داره الان ما رو گوش میده، خب آدم عادی میگم نه اینکه سواد نداشته باشه یا هر چیزی، ممکن تخصص توی رشته داشته باشه تا حالا مثلا دقیقاً در مورد کوچینگ ندونه، میدونی من خودم وقتی میدونستم کل هم کوچینگ چیه، اما از اون که با افسانه آشنا شدم بیشتر در مورد کوچینگ مثلا آدم یه چیزایی شنیده ولی دقیقاً اونو میخوام یه چیزی ازت یعنی اینجوری ازت بکشم بیرون که اون آدمه که نمیدونه اصلا کوچینگ چیه، تعادل چیه، اینا چیه، چی میخوای بهش بگی که مثلا بره به چی فکر کنه، ببینه آیا این تعادل رو تو زندگیش داره نداره، و بعد قدم بعد چون اول شناخت دیگه تو وقتی موضوع رو نشناسی نمیتونی بری در پی درمانش یا قدم بعدی رو برداری، اون شناخته رو چجوری باید بدست به چیار زندگیش باید فکر کنه، چیار کنار هم بذاره؟ آره ببین، اولین چیزی که ما بررسی میکنیم اگر یه فرد مثلا به من مراجعه کنه بخواد در مسیر توسعه فردی قرار بگیره اینه که ما سوال میکنیم که خب تو خودت حالت با خودت چطوریه؟ شاید طرف یاد بگه حالم خیلی با خودم بده، میگیم مثلا چرا؟ میگه که همه دارن از من سوء استفاده میکنن، نمیدونم تو جان، خب این حالش طرف با خودش بده. بعد این موضوع دیگه که ما بررسی میکنیم که حالا افراد خودشون هم میتونن تو بررسی کنن، حالا به قول شما در اون مسیر اولیش، مرحله اولیش، این که دیگران راجع به تو چی فکر میکنن، آیا مثلا پدر مادر تو رو چه جوری میبینن؟ فرض کن که مثلا میگه نه خب پدر مادر من خیلی تعصبیان، مثلا من نمیشناسن که فکر میکنن من این مدلی ام، اوکی خب بقیه چی فکر میکنن؟ اگر یک صفتی رو مثلا تو افراد مهم زندگیتون 4 نفر به تو نسبت دادن ولی به زبانهای مختلف، مثلا یکی گفت تو اصلا نمیشه باهات حرف بزنی، یه نفر دیگه گفت که یه خود حساسی، این آره این صفت رو مثلا از چند نفر افراد مهم زندگیت که بیشتر میشناسن چنیدی، این یعنی که تو آدم انتقاد پذیر نیستی، بنابراین تو روی این حوزه خودت باید کار کنی. بنابراین وقتی که ما میخوایم توسعه، یعنی یک فرد میاد شروع میکنه به توسعه فردی که میگم بعدش تغییر بعدش تحوله، میایم این سه موضوع رو بررسی میکنیم. یعنی من خودم اول خیلی موضوع خیلی مهمی برای من جهان بینی فرده، یعنی میگم که اول که داستان زندگی خودتو چجوری میبینی، چه گذشته‌ای برای خودت میبینی، اون داره راجع به داستان زندگیش میگه، ولی من متوجه میشم که مثلا یه نفر اگه تو 20 سالگی پدرشو از دست داده میگه هیچی دیگه، من از اون موقع دیگه داغون شدم دیگه. یعنی من آدم بدبختی ام. چرا بدبختی؟ مثلا طرف الان 40 سالشه، من 20 سالم که بود پدرم از دست، از اون به بعد دیگه زندگیم تباه شد دیگه. خب این من متوجه میشم که دیگه این یه غم از دست دادن یه چیز دیگه گیرش انداخته یه جا، در صورتی که خب این درست نیست دیگه، یه چیز غیر طبیعیه دیگه، دیگه متوجه میشم روی موضوع باید کار بشه. یه نفر دیگه نه، مثلا دقیقاً اینه، همون ممکنه یه خواهر برادر بشن تو 20 سالگی، اونم برادر پدرش از دست داد، ولی به یه دیدی دیگه به موضوع نگاه میکنه، میگه خب نه مثلا یه مدت عزاداری کردم بعد بلند شدم الان اینم، میدونی این جهان بینی خیلی فرق میکنه که شما سرگذشت خودمون رو چطوری میبینیم. مثلا اگه شما یه تجربه جدایی داشتی تو زندگیت اونو چطوری میبینی؟ همش میگی نه دیگه من بدبختم، یه آدم بعد زیر سرم قرار گرفتین، یعنی که میگی نه، میدونی اون جهان بینی، اون تفکر ما نسبت به اتفاقات زندگیمون چیه، نگرش ما چیه نسبت به اتفاقات زندگیمون، اینو بررسی میکنم. من خودم خیلی برام مهمه چون یک سرنخ‌هایی به من میده که این مثلا آدم اینجوریه دیگه، میدونی یه سرنخ‌های اینجوری به من میده. و یه چیز دیگه که بررسی میکنم میگم که خودت اگه بخوای برای من تعریف کنی میگی من کیم، یا سمن اگه الان بخواد بگه من کیم چی میگه از خودش که چند تا چیز مد نظر ما هست، یعنی ما با آدم بگیم که الان داریم به عزیزان که ما رو میبینن بگیم تو خونه بشینن به اینا فکر کنن. آره دیگه، اگه میخوان از یه جای شروع کنن، آره که مثلا من کیم، تو خودتو چطوری تعریف میکنی، من احساساتم اینه، من اینو خوشحالم میکنه، من هیجاناتم اینه، من اعتقاداتم اینه، من نگرشم اینه، حالا اگه دینی دارن من دینم اینه. یه سوال دارم، نوشتن همه اینا بیشتر کمک میکنه؟ نوشتن خیلی بهتره. آره آره نوشتن خیلی بهتره.
نوشتن خیلی بهتر. تنگ بخوای همجور. آره. خب پس بگیم بهشون چون میخوام نتیجه‌گیری کنیم بهشون بگیم که از اینکه تو خونه قبل اینکه بدونن اصلا به کوچ بابن چی کار باید انجام بدن یکی در مورد خودشون صفاتی که دارن یکی در من چی ام این سوال من چی ام براشون پاسخ بدن یکی دیگه اطرافیان چی در موردشون بله. فکر میکنن همونجوری گفتی چهار نفر از اعداد مهمه که در کنارشون هستن دیگه تاریخچه‌شون هستش دیگه چی تاریخچه‌شون هست و جهان بینیشون نگرششون به دنیا الان چیه الان تو الان نه اینکه میخوان تو آینده چی باشن دیگه الان مثلا الان فعلا الان فعلا الان البته اونم باید بررسی میکنیم حالا اینو بحثمون خیلی طولانی شد نرسیدیم ما یه خود ایدئال باز داریم که دوست داری چی باشی یه خود کنونی داریم من الان اینم ولی دوستم به اون تبدیل بشم اون باز بررسی میشه یعنی اینا همش پروسه‌ای که تو جلسات تکرار میشه دقیقاً ما اینا رو بررسی میکنیم بعد حالا میایم ببینیم که آیا تو این بررسی که کردیم اون تعادله هستش نیست یعنی یه همسوه تقریبا اینا همپوشی میکنه ببین اینجا تعادل معنی نمیده میدونی چرا میگم تعادل معنی نمیده یعنی اینکه مثلا من فکر میکنم آدم زود انتقاد پذیری نیستم اما دیگه هم میگن تو انتقاد پذیر خب این تضاد دیگه آره چون به خودم باور دارم که مثلا اینا اما اگه خودم باور داشته باشم من انتقاد پذیرم انتقاد پذیر نیستم دیگه هم این باور داشته باشم پس این تعادلیه یعنی خودمو خوب شناختم یه چیز اینجوری میشه بگی آره آره, آره. تا جایی که من همونطور که گفتم تا جایی که این چهار تا خود به هم بشینه یعنی شبیه هم آره. باشه ما اون یک پارچگیمون بهتره یعنی اون در واقع مثلا نوسانات کمتره آره نوسانات کمتره و تا یه مراحلی اون رشد و توسعه رو طی کردیم یعنی فرد اگه میاد پیش من مثلا اگه ببینم این چهار تاش حداقل تقریبا با هم نزدیکه میدونم که خب این تا اینجا راه رو اومده حالا از این به بعد باید باش پیش بریم بسیار عالی مرسی افسه ما به آخر برنامه‌مون رسیدیم البته در مورد کوچینگ برنامه جدا مجزا قول گرفتیم که باهاشون پر کنیم من و سحر و شما همگی بریم که اینو بنویسیم خودمون رو ببینیم چقدر میشناسیم دیگران ما رو چه جوری فکر میکنن در مورد جهانی که الان هستیم چه فکر میکنیم چه توقعاتی داریم چه انتظاراتی داریم و کجا وایسادیم ببینیم اگه یه جایی بالا پایین تعادل نداریم بریم سراغ افراد متخصصی که تبحرشو دارن و تخصصشو دارن مثل افسانه عزیزمون رو ازشون برای کوچینگ راهنمایی بخوان تا برنامه دیگه و دیدار دیگه خدافظ خدافظ خدافظ